درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. محسن هاشمی و حمید رسایی در جریان دیدار رئیس جمهور با فعالین سیاسی بگو مگویی در مورد درست یا غلط بودن استخر فرح داشتند. ماجرا از این قراره که محسن هاشمی رفسنجانی در سخنان خودش خطاب به رئیس جمهور گفته که از مشاورینی استفاده کنید که اخبار و اطلاعات درست و واقعی به شما بدن و اینگونه نباشه که مثلا آقای رسایی اطلاعات غلطی مثل استخر فرح رو به شما منتقل کنه. محسن هاشمی تأکید کرده که این اطلاعات که استخر محل مرگ هاشمی متعلق به فرحه نادرست و غلطه و من این رو بارها به مقامات مسئول هم گفتم که چنین چیزی صحت نداره و چرا آقای رسایی تأکید بر این مسئله داره؟ حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه 9 دی هم در پاسخ به این اظهارات هاشمی گفته که بر اساس شکایت خانواده آقای هاشمی پرونده به دادگاه ویژه روحانیت رفت و در آن دادگاه تبرئه صورت گرفت و آنجا اثبات شد که این استخر در زمینی که ملک فرح بوده ساخته شده و اینگونه نیست که این استخر متعلق به یک مجموعه دولتی بوده باشه و میتوان اصطلاح استخر فرح را به کار برد. سلام و عرض ادب خدمت عزیزانی که چهره بنده رو میبینن، صدای بنده رو میشنون. من لازم دونستم که یه توضیحی به شما عزیزان بدم که این دو سه روزه چه اتفاقی افتاده. ما حدود شاید دو هفته هست که با فیلمی تحت عنوان قصه های هزار یک روز که ساخته دکتر حبیب احمدزاده است که در اون جز بحث صلح هیچ چیز دیگری نیست، فیلم کاملا مستنده و کلیه فعالیت‌های بشر دوستانه و کارهای اجتماعی که تو این طول 10 سال گذشته انجام شده با این فیلم آمدیم به آمریکا، اون هم به دعوت کد پینگ یا به روایتی گروه‌های صلح طلب آمریکایی که این فیلم رو در شهرهای مختلف نمایش بدیم و این اتفاق افتاد. اتفاق خوبی هم افتاد. خارجی آمدن دیدن، آمریکایی آمدن دیدن، ایرانی آمدن دیدن و نقطه نظرشون رو گفتن. من حسل مجموع اتفاقای خوبی بود، عکس‌العمل‌های خوبی نشان دادن. اما تو دو تا مجلس واقعا اتفاقی که نباید افتاد، اون هم 5-6 نفر آدمی که با پرچم‌های خودشون دم سینما ها آمدن و مانع ورود آدم‌ها شدن به سینما، یعنی از مردم می‌خواستن که آقا شما نرید این فیلمو ببینید. و بالاخره اونا هم خب بالاخره آدم هایی هستن که میتونن خودشون تصمیم بگیرن که بیان یا نیان. وقتی مواجه میشدن با مخالفت آدم ها، شروع میکردن با فحاشی، اونم نه فحاشی ساده، فحشای ناموسی، یعنی آدم ها به خانواده شون دارن میان اونجا و فحشای ناموسی میدادن، فحشای رکیک حتی کی و مانع ورود آدم ها به سینما میشدن و حتی ما ازشون دعوت میکردیم که آقا بیاید شما بشینید فیلمو ببینید. انقدر صدای اینا بالا بود که شاید صدای ما رو نمیشنیدن و مدعی بودن که ما در واقع زبان 80 میلیون آدم هستیم. من میگم کدوم 80 میلیونی که ما جز شهروندش هستیم و از اونجا از نزد اونا در واقع میایم به این مملکت. زینب احمدزاده نماینده جشنواره دانش آموزی دفاع مقدسه و جالبه که تو همین کلیپ بر ضد آمریکا هم زر میزنه و این در حالیه که حزب دموکرات آمریکا زیر مجموعه گلوبالیست ها صاحب و پدرخوانده حکومت های اسلامی در جهان، زمانی که به قدرت میرسه این مزدوران در جای جای جهان به خصوص آمریکا پروبال میگیرن. هنرمندن و 10 روز 20 روز میان به صورت خیریه جهادی کار میکنن. هنرمندای دیگمون هم مثل خانم معتمداریا، خانم بایگان، خانم کرامتی، آقای پریز پرستوی، کوروش سلیمانی علی صالحی، پرستوی که فکر مهمان ثابته دیگه. بله بله، مهمان دقیقاً همیشه لطف داشتن. میان و اصلا هیچ بحث مالی وجود نداره، حتی در شرایط سخت فکر کنیم 10 روز 20 روز در شرایط سخت هیچ کس هیچ چیزی نمیگه و با علاقه کار میکنن و هستیم اونجا. بعد هنرمندای محبوب بچه ها
بهشون کتابی که مثلا قهرمان اون منطقه باشه رو هنرمند محبوبشون مثلا حالا مثلا خانم خیراندیش دستشون کتابی بود که داشتن معرفی می‌کردن بله دقیقاً خانم خیراندیش بله داشتن کتاب پایک جامان از کتاب خیلی خوبه دفاع مقدس بله معرفی می‌کردن که بچه‌ها قهرمان همون منطقه رو بشناسن. این کلیپ همون زینب احمدزاده دختر حبیب احمدزاده کارگردان فیلم پرویز پرستوییه که این زینب کنار پرویز در آمریکا بود. به اسامی دقت کنید، پرستویی، گوهر خیراندیش و غیره دقیقاً همون بی‌شرفایین که رفتن آمریکا. با همون وضعیت، همون تعداد آدم، همون پرچم، همون فحاشی، همون فحشای ناموسی وارد سینما میشید. من حتی از این عزیزان خواستم که آقا صداتون رو بیارید پایین با هم بشینیم صحبت بکنیم. به خدا ما صبر داریم که برای اینکه بشینیم با هم گفتگو بکنیم. بعد شما سوالی از ما میکنید، جوابی از ما میخواید که اون نیاز به توضیح زیادی داره. من نمیتونم اون تستی جواب بدم. شاید هم اصلا من لازم نیست اصلا پاسخ سوال شما رو بدم. این سوال شما رو بدم. من به هدف دیگه اومدم. من با هدف صلح آمدم اینجا. من با هدفی آمدم که در کنار هم بشینیم در واقع فیلمی رو ببینیم که پیامش پیام صلحه. پروفسور فرایلینگر از اتریش، خانم سویا از آسیا، سالیان سال در واقع اینا فعالیت کردن و ما هم از خاورمیانه. یک مثلث صلحی تشکیل شده که پیام خوبی داره، بتونیم به تمام مردم در واقع نشون بدیم که آقا صلح چیز خوبی است، جنگ ویران داره. خب مواجه میشیم با این صحنه. حتی پلیس حضور پیدا میکنه، پلیس حضور پیدا میکنه، حرفای بنده رو میشنوه، حرفایشون هم میشنوه و در واقع اونها رو محکوم میکنه که آقا شما حق ندارید ورود بکنید به این شکل، از یه شهر دیگه بدو دوباره تعقیب بکنید و در واقع اینها رو مثلا از آرامششون رو بگیرید و مردم رو نذارید برن سینما. شما خب میتونید نیاد اصلا. و چرا فحاشی واقعا؟ چرا حتی کی؟ چرا حرف هایی که واقعا شایسته که آدم نیست؟ شما که میگید مثلا در مهد آزادی داری زندگی میکنید، در مملکتی که آزادی بیان است، آیا آزادی بیان فقط لحن این چنینی است که به اصطلاح شروع کنید آنچه که فحاشی و توهین به ناموس مردم بکنید؟ من فکر نمی کنم این خوشاینده خانواده ها و عزیزان هموطنی باشه که تو این سینما حضور پیدا کنه. بعد مردم گریون او خرایی که نمیفهمن، یه جایی باید دیگه عشق مردم رو در آورد، تحریک عاطفی. تو یه کاری بکن، تو یه کاری بکن، تو چون کار چیز بزرگ میکنی روی یه دونه خط من بهت میدم، روی این برو تحقیق کن. وزیر خارجه انگلیس سال گذشته دیماه و اینا که اومد ایران با چند نفر دیدار کرد و تو اون جلسات چیا گفته شده؟ همین، خیلی دنبالشم، خیلی دنبال اینا. خب اگر چیزی به دست آوردی من دوباره یه ذره بیشتر بهت میگم. خب ببین، وزیر خارجه وجود داره، هنوز بهم ندادن. خب ببین، تو اون جلسه یکی از افراد آقای جلیلی بوده که محتوای جلسه رو اومده به احمدی نژاد گفته. خب محتوای جلسه 5 6 تا موضوع اصلیه. خب روحانی یا بار صادره، اصلا روحانی آدم حساب نکرده. یه جلسه خیلی دیپلماتیک شعاف بوده با آقای ظریف که اون همه میدونن. دو تا جلسه دیگه بوده که توی یکی از جلسات آقای چیز بوده، جلیلی بوده و آقای حقانیان. حالا یه نفر سومی هم بوده که من هنوز اطلاع ندارم، ولی گفته شده جواد لاریجانیه، گفته شده، ولی هنوز من اطلاع جدی ندارم روی موضوع. بعد تو این جلسه خیلی مطالب گفته شده، یکیش هم این هستش که تو دیما اینا اطلاع میدن که آقا آمریکا میخواد از برجام خارج شه و این تاثیر رو اقتصادش این مدلی داره. به همین خاطر دولت آخر سال اگر یادت باشه ارزو کشید بالا، ساکت هم نشسته بود که منابع ارزی خودش رو تامین کنه. شاید باورت نشه و منم باورم نمیشد، ولی اون چیزی که احمدی ببین، من حالا مثلا محمود میگفتش که من ماه اولی که ریاست جمهوری اومدم، اولین جلسه خارجی که برگزار کردم با شخص اوباما توی عمان بوده. یعنی اینو برو تحقیق کن جزئیاتشو. بعد برگشت گفتش که من تو اگر جای من بودی میفهمیدی هم هیچی دستت نیست، میفهمیدی همه اون آرمان های جفتی واسش انقلاب کردی هیچی نیست، میفهمیدی خودت هیچ کاری که هیچی با دستیت هم هیچ کاره چی کار میکردی، مخالف همه این شرایط هم بودی. گفتم چطور؟ گفت من همش فکر میکردم هاشمی و خاتمی و اینا بد عمل میکنن.
یا آقامش مثلا دستورش جایی نمیره. ولی بعد که این موضوع رو فهمیدم، تو جای من بودی چیکار می‌کردی دستور دستور؟ گفتم من همین کاری که تو کردی که همین به مملکت دیگه. خب منم هم کار کردم. این واقعیت اتفاقی بدبخته که الانم خودشو یه جوری داره به زبان بی‌زبانیشون بیشتر از این بخواد حرف بزنه، میگن کسش میچنن. داره حرفشو میزنه که ما چی میگیم. یا بقای چند بار اینو گفته تو مصاحبه‌اش که آقا اینا چه فکری میکنن یا مشاوری. حالا کاری نداریم. اینا میخوان فروپاشی اقتصادی بشه، منجر به این بشه که داخل کشور گروه‌های تندرو بخوابن. یه سری اصلاحات اساسی که احمدی نژاد تو نامه 35 صفحه‌ش رو بخونی با زبان بی‌زبانی تمام حرفای آقای وزیر خارجه آمریکا انگلیس اومده زده گفته شما بیاید اگه واقعا خادم ملتید این کارا رو پیش پیش بکنید، دست اونا رو ببندید. اصلاحات میخواید بعد از این داستانا بدید، رفراندوم میخواید بعد از این داستانا بدید. خب الان بدید، الان اصلاحات به مردم بدید. ولی اینا دنبال اینن که قدرت ایران تو منطقه به عنوان ژاندارم، مثلا آقای احمدی اینو میگفت قبل از انقلاب ژاندارم منطقه کی بود؟ گفتم ایران. گفت بعد از انقلاب کیه؟ گفتم خب ایران. بعد گفتش که خب در حال حاضر، حالا اون این گفتش دیگه چه هیچی، این اتفاق باعث میشه که داخل کشور باعث میشه اصلاحات اساسی بشه، یه ذره تلفیق بشه شرایط، حضور یک قدرت نظامی خارجی هم که به ایران حمله کنه باعث میشه همه مردم جلوی اون قدرت متحد بشن اکثریت، و این موضوع آشفتگی اختشاشات همه بخوابه دیگه، تموم شه، این با آب ریخته بشه رو آتیش. بعدش آقای خامنه‌ای میگه که آقا اصلاحات اساسی رو اینجوری کنید و قوه قضاییه اینجوری بشه و اونجوری بشه و این ماجراها. کل ماجرا اینه. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.